سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 16 ماه صبر سال 1395 هجری خورشید است. نخست سرخط چند خبر. تأکید اتحادیه اروپا بر مبارزه جدی حکومت وحدت ملی با فساد اداری. Every day the nation suffers. شهروندان افغانستان هر روز از فساد اداری رنج میبرند. این پدیده حتی امنیت را نیز مختل میسازد. میدانیم که فساد اداری شرم ملی ماست و در برابر آن باید مبارزه کنیم. بازداشت نزدیک به 200 تن به اتهام رفتن به شمال کشور برای نبرد با نیروهای دولتی. واکنش تند ریاست جمهوری در برابر گفته های مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان درباره کار نگرفتن از نیروهای نظامی در برابر طالبان. انتقادها از ورود کالاهای کم کیفیت پاکستانی به بازارهای کشور. و کنارگیری داوود اوغلو از مقام نخست وزیری ترکیه. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی فساد اداری را در کشور شرم ملی میداند. آقای غنی که در نشست اتحادیه اروپا زیر نام راه فراروی مبارزه با فساد اداری در افغانستان سخن میزد، میگوید که در نشست آینده ناتو درباره افغانستان کابل با برنامه های خوب و قناعت بخش در کار مبارزه با فساد اداری حضور خواهد یافت. در همین حال اتحادیه اروپا مشکل فساد را در افغانستان یک مشکل بسیار جدی می‌داند. سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید که فساد اداری یکی از علت‌های ناامنی‌ها در افغانستان است. از سوی هم رئیس اداره مبارزه با فساد اداری از لوی سورنواری خواسته که پرونده‌های بزرگ فساد اداری را بررسی کند. شریف امیری در این باره گزارش ساخته. اینجا نشست درباره فساد اداری است، پدیده‌ای که هنوز هم لکه آشکار بر دامن افغانستان است. اما اتحادیه اروپا و مقام‌های افغان روی برنامه‌های رایزنی می‌کنند که چگونه این لکه را از دامن افغانستان پاک بسازند. می‌دانیم که فساد اداری شرم ملی ماست و در برابر آن باید مبارزه کنیم. اگر این کار را نکنیم، نمی‌توانیم که پرچممان را در نشست‌های جهانی با افتخار بلند کنیم. معافیت از مجازات فساد پیشگان هنوز هم یکی از چالش‌های عمده در کار مبارزه در برابر فساد اداری دانسته می‌شود. من شمار کارکنان اداره جرایم خاص را دو برابر می سازم و آنان اجازه دارند که از والیان، وزیران و مقامهای بلند پایه بازپرسی کنند. با این همه فساد اداری یکی از علتهای مهم در گسترش ناامنی ها نیز گفته می شود. شهروندان افغانستان هر روز از فساد اداری رنج می برند. این پدیده حتی امنیت را نیز مختل می سازد. اما یکی از خواستهای مهم رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد اداری است. در طول 3-4 سال اخیر در حدود 435 دوسیه فساد اداری به مقام محترم لوی سورنواری فرستاده شده. ما از آقای حمیدی صاحب که جدیداً در اینجا تشریف آوردن خواهش مهمی است که همی دوسیه را یک دفعه دنبال بکنند. در این دوسیه مقامات بالا، متوسط و کارمندای عادی هم شریک هستند. اما در پایان این نشست این مقام ها آمدند تا نتیجه کارشان را همگانی بسازند. ایجاد شورای عالی حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اولین قدم در این راستا بوده که می تواند حمایت قاطع و سیاسی و رهبری برای ایجاد استراتژی مبارزه با فساد، نظارت از روند مبارزه با فساد و حمایت سیاسی لازم را برای نهادهای مبارزه کنند با فساد ایجاد بکنند. رئیس جمهور غنی به دادگاه عالی و لوی سورنواری دستور داده است تا ماه اکتبر 5 تعهد کلیدی را در کار مبارزه با فساد اداری عملی سازند.
تأخیر بیشتر از این در آغاز عملیات ها برای نابودسازی طالبان در هلمند نیروهای مسلح کشور را با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت. این نیروها در خطهای نخست نبرد در هلمند میخواهند که دستور رئیس جمهور درباره جنگ با طالبان بدرنگ عملی شود. باشندگان بخش های جنگ زده در نادعلی به خبرنگاران تلو نیوز ولی آریان و عبدالله حمیم میگویند که ادامه نبردها و سنگر گرفتن طالبان در خانه های مردم زندگی آنان را سخت دشوار و نابسامان ساخته. طالبان با هر فرصتی بر این نظامیان حمله می کنند. اینمی جا سد طالب دیگه از همی جا اگام حمله میکنه دیگه. اینمی جا جنگ میشه بود مورم دیگه اگام اگام هم دخ میکیم در سرشون. نبرد سختی پیشتر از رسیدن ما به اینجا بود. مثل اینجا چانجیر ولسفالی نادلی. تیر است که نیروهای مسلح کشور در بیشتر بخشای هلمند در حالت دفاعی قرار دارند. چنان که گرد پیششان همه طالبان هستند و هرچند گاهی هم حملات شدید طالبان را گواستند. خواست ها اینجا بر رو اندازی عملیات های گسترده برزد طالبان است. اگر اونا یک عملیات میکنند ما و شما در مقابلش باید ده عملیات کنیم. اگر نشه؟ تا که اونا سرکوب شود. اگر نشه ما و شما دیگه مجبوری نمیجا شش ماه هفت ماه ماندیم یک سال دیگه باید بانیم. مردم از اینجا کوچیدند. اختر محمد هشت ماه می شود که خانهش را ترک کرده است. نبردها وادارش به این ساخته. چه مش خپل منطقه ته نسورت للی ټوله مینونه دي بابا مو سپینږری و دا بیا تیا کال سړی ورغلی و طالبانو ورته ویلیم و ستا په سرای کې شی نهسته په سرای ته ورسم. اینجا جنگ های شدیدی را زبانه می کشند. در این نبردها هرچند گاه طالبان خانه های مردم را سنگر می گیرند. یا چه داشت سره مسیره سی وروره ستا کور زما کور دبل کور ته راځي د سیاسرو چادری اخی په ځان کې بالا وځي. دا زموږ مسلمانی ده. څوک؟ د طالبان د خواص. نبردها هلمندیان را سخت زمینگیر ساخته است. همه دار و ندارشان در نبردها از بین رفتند و از خانه هایشان نیز کوچیدند. کسانی که در بخشای ناامن و پر از تهدید زندگی می کردند. حال انتظارشان این است تا عملیات های را اندازی شود و معضل جنگ یک طرفه شود. عبدالولی آریان، تلو نیوز، نادلی، هلمند. از سوی دیگر نزدیک به 200 تن به اتهام رفتن به شمال کشور برای نبرد با نیروهای دولتی بازداشت شدند. این افراد که بر موترهای باربری و مسافربری سوار بودند در پروان و کاپیسا بازداشت شدند. ولی پروان میگوید بررسی های آنان نشان می‌دهند که از میان این افراد 12 تنشان با گروه‌های حراس افغان پیوند دارند و در نبردها در شرق کشور نیز نقش داشتند. کریم امینی گزارش می‌دهد. 150 تن که بر موترهای 303 سوار بودند در پروان و 40 تن دیگر سوار بر یک موتر باربری در ولایت کاپیسا بازداشت شدند. شک و گمان از نامی است که اینا نشوه که سربازان شبکه های تروریستی و گروه طالبا باشند که اینا به می شکل نقل و انتقالات و جابجایی عناصر جنگی و شبکه های جنگی خود از یک استقامت کشور به دیگه استقامت به اساس یک برنامه روی دست داشته باشند. رفتن گروه های حراس افغان از جنوب و شرق به شمال برای نبرد با نیروهای امنیتی بی پیشینه نیست. سال گذشته هم قبل از آغاز جنگا در شمال مخصوصا در کندوز که منجر به سقوط کندوز شد آوازه بود که در موترها یک تعداد زیاد جوان ها دسته دسته موترهای مسافربری به شمال می روند. از شدت نبردها در شمال هنوز کاسته نشده است. اگر روشن شود که این افراد از بحر پیوستن با حراس افغانان و نبرد با نیروهای دولتی به ولایت‌های شمالی می‌رفتند، به این معناست که حراس افغانان در شمال می‌کوشند که همقطارانشان را به شمال انتقال بدهند و نیز نبردها را شدت ببخشند. با این همه منابع در حکومت میگوید که تا چند روز دیگر رئیس جمهور تصمیمش را درباره اجرای حکم اعدام چند حراس افغان اعلام خواهد کرد. این منابع میافزایند که این حکم بر چند حراس افغان که در پیوند با جرایم سازمان یافته و جرایم در برابر امنیت ملی کشور محکوم شدند اجرا خواهد شد. در همین حال خانواده یک غیر نظامی که در حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته جان باخته از حکومت میخواهد حراس افغانان را که در کشتن غیر نظامیان دست داشتند باید اعدام کند. با گزارش انیسه شهید در این باره توجه کنید. زخم هایی که گذشت زمان هم نمی تواند
بر آنها مرهم گذارد. این مرد پدر صفی‌الله است. صفی‌الله راننده یک بس بود که در حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته جان باخت. وی میگوید هنگامی که انفجار رخ داد به پسرانش زنگ زد، اما تلفن صفی‌الله خاموش بود. گفت که ما خود صفی‌الله را نیافتیم. یعنی تو چی خبرد؟ چطور کنیم؟ من گفتم بری سپرد به خدا تمیز اون بری به پال خدا میروان. با صبح که رفتن گفتند من تبلا دیگه یک چند تا جنازه هست اونجا بری. باز اونجا که رفتن باز شناختن. او میگوید که درد از دست رفتن فرزند قامتش را خمیده ساخته است و سخت ناتوان شده است. گایدم دندان کاشه که مدیدم شناختن دیگه من ندیدم کور. از صفی‌الله سه دختر و دو پسر بر جا ماندند. همه خردسالند. نوروان و قطرینا کوچکترین فرزندانش از بحر دیدار پدرشان بسیار دلتنگ هستند. یوی دوید دوتر بلا میشد دخانه که میاد پس کل لگی مطا میشدیم. شام که میشه دیگه بابا گفته اید دخانه نمیشنه تا نان نمیخوره. این غیظ بابا بابا. این خانواده در یک بخش دوردست کابل زندگی میکند و نان آورشان را از دست دادند. هر کس که یک کارا را میکنه ادامش کنه. پنج کودک صفی‌الله از حکومت عدالت میخواین و اینا خواهان کمک هستن از حکومت که بتانن حداقل مکتب برن و درس بخونن تا آیندهشان تاریک نشوه. در حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته به روز 31 ماه حمل 44 نظامی و در حدود 20 غیر نظامی جان باختند و 164 نظامی و ده ها غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور پس از این حمله تعهد سپرد هراس افغانانی که به اعدام محکوم شدند به زودی اعدام خواهند شد. سخنان تازه مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان درباره کار نگرفتن از نیروی نظامی در برابر طالبان با واکنش تند ریاست جمهوری افغانستان روبرو شدند. سرتاج عزیز گفته است تا زمانی که تمامی گزینه‌های صلح آمیز از دست نروند، کاربرد نیروهای نظامی در برابر طالبان غیر عملی است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا هنگامی که اسلام آباد در برابر طالبان به گونه عملی کاری نکند، گفتگو با پاکستان امکان ندارد. سمیم فرامرز گزارش می دهد. پس از تغییر سیاست حکومت افغانستان در برابر طالبان و گفته های تند رئیس جمهور غنی درباره عملکرد ضعیف پاکستان در گفتگوهای صلح، اکنون پاکستان ظاهراً از پیوندهایش با این گروه به گونه روشن‌تر سخن می گوید. سرتاج عزیز گفته است تا زمانی که تمامی گزینه های صلح‌آمیز از دست نروند، کاربرد نیرو در برابر طالبان غیر عملی است. اما این سخنان با واکنش تند ریاست جمهوری روبرو شدند. توقع ما و جامعه جهانی از پاکستان همی است که با استفاده از نفوذ خود علیه او گروه هایی که به جنگ و خشونت و ترور ادامه می دهند اقدام بکنه. به خاطر که تلاش صلح را ما انجام دادیم ولی اکنون گزینه بعدی باید رویش کار گرفته شد. تر سو پوریش عملی اقدام ونه که لپاکستان سر مذاکرات و لپاکستان سر دسولی تم درلودل ناشنید. در همین حال اسلام آباد هنگام تیره شدن روابطش با کابل همواره از پناهجویان در این کشور برای فشار آوردن بر حکومت افغانستان کار می‌گیرد، چنان که به تازگی هشدار داده است که اگر پناهجویان افغان از منطقه قبایلی خیبر جنسی بیرون نشوند خانه‌هایشان نابود خواهند شد. در مورد مهاجرین و چیزی که پاکستانی‌ها میگه یا این مقام پاکستانی میگه در حقیقت یک نافشار میخواد برای دولت افغانستان بندازه. بی خبر از اینکه موجودیت این مهاجرین برای در کشور خودشان و بازگشتشان هیچگاه یک بار برای مردم افغانستان و دولت افغانستان نه است و نباید باشد. شماری از آگاهان میگویند که پاکستان همچنان به پشتیبانی از هراس افغانی در خاک افغانستان ادامه میدهد و انتظار صلح داشتن از این کشور بیهوده است. با تهدید و خواهش های اشرف غنی هرگز پاکستان طالبانی که طی اضافه تر از یک دهه منافع ملی پاکستان را دنبال کردند و علیه منافع ملی افغانستان عمل کردن، اونها را به افغانستان بسپاره. پاکستان متاسفانه به یک قضاوت اشتباه دچار شده و اون نظرش این است که فکر میکنه از طریق طالبان و از طریق ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان میتونه به اهداف خود برسه و این واقعا یک سیاست اشتباهی هست. به باور آگاهان مکنون زمان آن رسید است که ایالات متحده آمریکا و چین بر پاکستان فشار بیاورند تا این کشور سیاست های نادرستش را کنار بگذارد.
و کشاورزان در بولسوالی های بدخشان امسال بیشتر از 50% از زمین هایشان را کوکنار کاشتند. شماره از کشاورزان در بدخشان میگویند که پس از برداشت محصولات کوکنار به آسانی میتوانند مواد مخدر به دست آمده به ویژه تریاک را به قاچاقچیان مواد مخدر به فروش برسانند. در همین حال مقام های محلی بدخشان نیز تایید میکنند که کشت کوکنار در این ولایت افزایش یافته. نعمت احمدی از کشتزارهای کوکنار در بولسوالی درایم گزارش ساخته. باشندگان و کشاورزان در بدخشان از کشت بی‌پیشینه کوکنار در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که امسال بیشتر در ولسوالی‌های وردوج، یمگان که طالبان حاکم هستند کوکنار کشیده است. اما در ولسوالی‌های درایم، خاش، راغستان، ارگو و چندین ولسوالی دیگری بدخشان که در اداره حکومت هستند نیز حتی در کنار پاسگاه‌های امنیتی کوکنار کشیده است. فوده داریم، اما شیرش داریم. اما از تخمش یک جریب زمین اگه ما تریاک کنیم و حاصل درست تا زمین خوب باشه میتا 40 پاو تریاک. یک پاو تریاک فعلا 5000 است، کیلوی 12000. در همین حال مقام های محلی در ولسوالی درایم افزایش بی پیشینه کشت کوکنار را در این ولسوالی میپذیرند. بالا رفتن قیمت تریاک در منطقه با سبب افزایش کشت مثلا تریاک در منطقه می شود، چون مردم ما بسیار زیاد فقیرند، کار وجود ندارد در منطقه. کشاورزان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان با استقبال از بارش های پی در پی می گویند که پس از چیندن تریاک زمستان خوبی در پیش خواهند داشت و روزگار خوبی انتظارشان هست. نعمت الله احمدی، طلوع نیوز، ولسوالی درایم ولایت بدخشان. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در یک نشست خبری کنارگیریش را از سمتش اعلام کرد. شمار از مقام های حکومت ترکیه علت کنارگیری آقای اوغلو را افزایش اختلاف ها میان او و رئیس جمهور این کشور درباره افزایش صلاحیت های رئیس جمهور می دانند. وی تاکید کرده تا هنگامی که رهبر تازه حزب عدالت و توسعه برگزیده شود در سمت نخست وزیری ترکیه باقی خواهد ماند. در همین حال حزب حاکم ترکیه می گوید که به زودی درباره رهبر تازه حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر تازه این کشور تصمیم خواهد گرفت. و این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. جنگنده های اسرائیل در واکنش به پرتاب موشک ها از سوی حماس به اسرائیل 4 بار بخش های از نوار غزه را بمباران کردند. تا کنون آمار دقیق از تلفات برخواسته از این حمله ها گزارش نشده است. یک دختر 16 ساله پاکستانی از بر کمک به دوستش که بتواند از خانه فرار کند از سوی افراد ناشناس در پاکستان به قتل رسید و سپس جسدش سوختانده شد. پلیس شهر ابتابات می گوید در پیوند به این رویداد 15 تن بازداشت شدند. رئیس جمهور امریکا با همسرش به مناسبت روز ستارگان فیلم های جنگی در کاخ سفید شروع به رقصیدن کرد. یک نوار تصویری پخش شده از سوی کاخ سفید نشان می دهد که بارک اوباما با 2 تن از ستارگان می رقصد. 100 تن در دهلی نو از بر بحران آب در بخش های از این کشور دست به راهپیمایی زدند. آنان از حکومت هند می خواهند که برای فراهم نمودن آب آشامیدنی دست به کار شوند. این در حال است که بخش های بزرگ از هند در سال روان میلادی گواهی خشکسالی ها بوده اند. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک میان برنامه کوتاه. و این هم چند خبر اقتصادی. ورود روز افزون کالاهای کم کیفیت پاکستانی اعتبار کالاهای با کیفیت آن کشور را نیز زیر پرسش برده. در حالی که 4 نمایشگاه تولیدات پاکستان در کابل امروز گشایش یافت، اتاقهای تجارت صنایع میگوید که بازارهای کشور پر از کالاهای کم کیفیت پاکستانی هستند و بسیاری از این کالاها به گونه قاچاق وارد کشور می شوند. در همین حال وزارت تجارت صنایع گفته که بازرگانان پاکستان خواهان سرمایه گذاری های مشترک هستند و این کار در بهبود روابط دو کشور کمک خواهد کرد. زرمینه محمدی گزارش می‌دهد. ورود
کالاهای کم کیفیت پاکستانی به بازارهای کشور اثرات منفی بر نمایشگاه تولیدات پاکستان در کابل گذاشته است و در نخستین روز این نمایشگاه بازدید کنندگان کم به این نمایشگاه آمدند. اتاقای تجارت و صنایع افغانستان درباره برگزاری نمایشگاه کالاهای پاکستانی در کابل چنین دیدگاهی دارد. استاندارد او کوالیتی باید زمونږه هغه شانتی وی لکه په نور دنیا کې یا په خپل په پاکستان کې چې دا غینه استفاده کیږي. ترمینال وزارت تجارت و صنایع میگوید که برای حل مشکلات ترانزیتی و آوردن اصلاحات در پیمان بازرگانی افغانستان و پاکستان قرار است یک هیئت پاکستانی به افغانستان بیاید. غواړو چې اپتا تغییر وکړي او اپتا کې یو سلسله تغییرات راشي چې بهتري طرف ته ویسو، ځکه هدف زمنګ د تړون نه دا دی چې موږ هغه لازم تسهیلات او لازم سهولتونه د ترانزیت لپاره برابر کړو. هسوی هم سفیر پاکستان در کابل بر گسترش رابط بازرگانی میان افغانستان و پاکستان تاکید می‌ورزد. من متیقین هستم که این نوع نمایش های بازرگانی به یک فصل جدید بهبود همکاری های اقتصادی بین دو کشور را ساق می دهد. هرچند افغانستان برای حل مشکلات ترانزیتیش با پاکستان و میاری سازی وارداتش نیازمند مشارکت هند در پیمان ابتا است، اما پاکستان مشارکت هند در پیمان ابتا را بیش از وقت می داند و بیشتر علاقمند شریک ساختن تاجیکستان در این پیمان است که به گفته آگاهان این بیشتر به سود پاکستان است نه افغانستان. زرمینه محمدی، تلو نیوز. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی با 60 پول، یک یورو 77 افغانی با 80 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 55 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی با 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 651 افغانی. و بیننده های ارجمند، رویدادهای ورزشی، خبرهای امشب را همکارم مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک، سپاسگزار هستم. تشکر. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. فدراسیون فوتبال فلسطین در یک نامه از فدراسیون فوتبال افغانستان خواسته است تا میزبان دیدار تیم‌های باشگاه‌های زاربیا و الوحده باشد. این دو تیم در چارچوب رقابت‌های باشگاه‌های آسیا میان تیم‌های قهرمانان باشگاه‌های فلسطین و سوریه به گونه‌ای رفت و برگشت برگزار خواهد شد و فلسطین می‌خواهد که میزبانی‌اش را در افغانستان برگزار کند. در این حال فدراسیون فوتبال کشور میگوید که خواست فدراسیون فوتبال فلسطین را پذیرفته است و این درخواست فلسطین را رسما به وزارت امور خارجه کشور فرستاده است. نیمی از بازیکنان تیم ملی کرکت زیر 19 سال آلمان شهروندان افغانستان هستند. مسئول اجرایی فدراسیون کرکت آلمان میگوید که با افزایش شمار مهاجران افغان در این کشور، تقاضا برای ایجاد زمینهای کرکت بیشتر شده است و شمار زیاد از مهاجران خواهان فراهم شدن زمینه بازی کردن کرکت هستند. براین منتل میگوید که نیم از بازیکنان تیم ملی کرکت زیر 19 سال آلمان را نیز مهاجران افغان تشکیل میدهند که انتظار میرود شمار آنان در این تیم افزایش یابد. و تیم فوتبال رئال مادرید با شکست دادن منچستر سیتی راهی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شد. در آخرین دیدار از دور برگشت مرحله نیمه‌نهایی این بازی‌ها، رئال مادرید در سانتیاگو برنابو میزبان منچستر سیتی بود و سرانجام 1-0 به برتری رسید و جواز حضور به فرجامین دیدار این پیکارها را به دست آورد. همچنان با تولو نیوز و تولو باشید. خدا نگهدار.